های خواستار از جمله پیشکسوتان و بازنشستگان فرهنگی در خراسان رضوی هستند. مجموعه فعالیت های صنفی در خراسان رضوی در منزل ایشون شکل گرفته، کلیه فعالین صنفی شاگردی ایشون رو میکنند. سالیان قبل دو سال بالغ بعد دو سال زندان گرفتن. دیروز یکم آبان ماه صبح باغچه‌ای دارن که روزهاشون رو اونجا می‌گذرونن، به سمت باغچه حرکت میکنن ساعت 6 صبح. به محض رسیدن به اونجا گویا از نهادهای امنیتی ایشون رو با خودشون میبرن و هیچ گونه خبری نداشتیم ما و هیچ گونه اطلاعی هم به خانواده ایشون نداده بودند. بعد از بی‌پاسخ ماندن از سوی دستگاه امنیتی، امروز صبح گویا از حفاظت اطلاعات سپاه تماس میگیرن و میگن ایشون به علت اختلالات روانی به بیمارستان روانی منتقل شده. ما مراجعه کردیم اونجا به همراه همسر آقای خواستار و فرزند ایشون، مراجعه کردیم و با مسئولین مددکاری، مسئولین اورژانس صحبت کردیم، اما پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نشد. تقاضای مکرر ما برای اینکه بتوانیم یک لحظه ایشون رو ببینیم از پشت شیشه، این اجازه رو صادر نکردند و نهایتا مسئول مددکاری تایید کردند که در اینجا هست، در بخش حاد مردان که مجموع بیمارانش ممنوع الملاقات هستند در اونجا بستری‌اند. دلایل این که فردی که تاکنون حتی یک قرص مصرف نکرده چی شده که ناگهان و بعد از بازداشت در بیمارستان روانی بستری شده، اما هیچ گونه پاسخی ندادن و نهایتاً افسر مستقر در بیمارستان و بچه های حراست رو، مامورین حراست رو خواستند و بنده و خانم آقای خواستار و فرزندشون رو به بیرون از بیمارستان هدایت کردند و فعلا منتظریم تا ببینیم تصمیم بعدی که نهادهای امنیتی خواهند گرفت چه خواهد بود، چه دلیلی داره که فردی که در سلامت کامل بوده ناگهان از سوی دستگاه امنیتی تماس گرفته بشه و بگه ایشون به علت اختلال روانی در بیمارستان هستن. این اختلال روانی چطور حاصل شده؟